نزدیک به 3 سال از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان می‌گذرد. شمار زیادی از کشورهای جهان و تمامی طرف‌ها با توجه به اینکه تا حدود زیادی با امارات اسلامی تعامل دارند، اما تاکنون از بررسمیت شناختن رسمی حکومت سرپرست خودداری کرده‌اند. اگرچه تعداد محدودی از کشورها و اکثر کشورهای همسایه افغانستان سفارت‌های خود را در کابل فعال نگه داشتند و برخی از کشورها نیز نمایندگان دیپلماتیک امارات اسلامی را برای سفارت‌های افغانستان در پایتخت خود پذیرفتند، اما در تازه‌ترین مورد مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته است که امارات اسلامی در سه سال گذشته در سیاست‌های داخلی و خارجی خود دستاوردهای خوبی داشته است. وی با اشاره به سومین نشست دوحه گفته که در این نشست جهان پیشرفت‌های افغانستان را ستایش کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزراء افزوده که در حال حاضر امارات اسلامی 40 نمایندگی فعال سیاسی در سراسر جهان دارد. وی همچنان بدون نام بردن از کشور خاصی گفته است که شمار از کشورهای منطقه بر اساس اطلاعات نادرست یا منافع خودشان و تبلیغات غرض‌آلود علیه امارات اسلامی می‌پردازند. سلام، به این برنامه زاویه از راه فردا خوش آمدین. در این برنامه سیاست‌های داخلی و خارجی امارات اسلامی را طی 3 سال به بحث و بررسی می‌گیریم. در خدمت جناب آقای محمد ظلمه افغانیار، رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان هستیم. آقای افغانیار سلام به شما، بسیار خوش آمدین. ارزیابی شما سیاست‌های 3 ساله داخلی و خارجی امارات اسلامی چیست؟ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این زمینه در این مدت چه دستاوردهایی داشته امارات اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور من خدمت شما و از امیت اکسلام میخوام داشت باشم خدمت ملت افغانستان، هموطن عزیز ما، شما در هر گوش از جهان هستی که هستن، امیدوار سمورا مساعدمند باشن امرای ازای فامیلای محترمشون در کمال آرامش روحی و روانی. فقیری در وطن میرد امیر است، امیری بی وطن میرد فقیر هست. اگر ما کارکردهای حکومت سرپرست افغانستان را تجزیه و تحلیل بکنیم، باید در 2 بعد را بررسی بکنیم، یکی در بعد داخلی و یکی در بعد فرامنطقوی. در بعد داخلی و فرامنطقوی برمیگرده بر محور مدیریت اقتصاد و کلیسازی سیاسی، بر محور حفظ منافع ملی افغانستان. حکومت ملی افغانستان کوشش کرده در 3 سال گذشته تعاملات و روابط سیاسی خود را با کشورهای جهان و فرامنطقوی داشته باشه و صحبت‌ها بر محور قناعت دادن جهان، بر محور این که حکومت سرپرست منافع ملی کشورهای منطقه و فرامنطقوی را به مشکل مواجه نمی‌سازه و اوها با ما تعامل داشته باشند کار کردند. اما در بعد داخلی کاش که بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردند. چرا حکومت‌ها زمان موفق است که ایجاد فاصله بین ملت و حاکمیت مطرح بحث نباشه، خواسته های مشروع مردم صدایشان شنیده شود. وقتی که اجماع علمای افغانستان را برگزار میکنند، 5000 نفر در کابل، 6000 در قندهار صحبت ها میشه، اما همی اجماع سیاسی را ای کاش همراه مردم خود هم میداشتن که در رابطه با خروج از انزوای اقتصادی سیاسی برنامه های مردم چی هست، خواسته های مردم در راستای ارتقای دولت علمی فرهنگی چی هست. حکومت ها زمان موفق هست که ملت ها با حاکمیت ها باشه. اگر امارات اسلامی امروز در حاکمیت هست و نشست روز پنجشنبه همراه جمعی از سیاسیون، همراه جناب مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء برنامه بود و اونجا ما هم حضور داشتیم، به کرات و به تاکید خودش باز یادآور شد که حکومت را ما به زور نگرفتیم، ملت با ما بود که ما حکومت را گرفتیم. پس وقتی که حکومت را که به زور گرفته نشد و ملت با شما بود گرفتیم، همین ملت از شما خواسته های مشروعی داره که اون خواسته های مشروع را جهان هم از شما میخواهد. اما جهان در یک بوده و از شما میخواهد تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشون در حکومت داری و از طرف دیگه منفعت بردن از منابع طبیعی افغانستان. اما این ملتی را که شما برشان حاکمیت میکنین، خواسته هایشان هیچگاه خلاف موازین اسلامی نیست. آیا ما توانستیم که به خواسته های مردم خود جواب قناعت بخش ارائه بکنیم که انگوش انتقاد جهان هم طرف ما نباشه و مردم هم از ما خواسته هایی که داشتن را صدایشان نشنیدن و ناآرام نشوند؟ در بود ما فرامنطقوی درست هست، سفرهای کشورهای منطقه و فرامنطقوی انجام شد، حتی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، وزارت دفاع، ریاست استخبارات با وصف ازی که جناب وزیر صاحب سرپرست وزارت دفاع وزارت داخله میلیون ها دلار هم برش گفته بودند که ما جایزه میدین، اما سفر کرد رفتن به امارات متحده عربی، نشست هایی داشت، به عربستان رفتن و کشورهای دیگر رفتن. در نشست اخیر سوم دوحه زبیالا مجاهد نماینده حکومت اطراف حکومت سرپرست رفت که سخنگویشان هست و تمام نقاط قوت و نقاط ضعف حکومتداری را میفهمید و تعاملات به این بود که بعد از نشست دوحه با افغانستان تعاملات بهتر انجام شد. ما دیدیم که بعد از او 61 نفر دیگه هم از اعضای حکومت فعلی افغانستان به لیست اضافه شد و تحریم ها بالاشان اعمال شد.
هدف از این تقابل ها چی هست؟ این رو ما باید تجربه تحلیل بکنیم. درست آقای افغانی را به آقای مولوی کبیر اشاره کردین، ازشان یاد کردین. آقای مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در نشست دیروز یا در جلسه اعلان نتایج آزمون کنکور به صراحت یادآور شد که ما در حوزه سیاست در 3 سال گذشته سیاست داخلی و خارجی دستاوردهای خوبی داشتیم. منظورشان از این دستاوردها چه چیزی بودن؟ خب هر کس که در حاکمیت باشه بر محور منافع حاکمیت صحبت میکنه و مکلفیت داره که چنین بکنه. و جناب مولوی کبیر از جمله کسایی هست که در کابینه امارت اسلامی صدای مردم را شنیده. ما همیشه نقاط قوت و قوت گفتیم و نقاط ضعف را ضعف گفتیم. همیشه همراه مردم هم بودیم و همراه مردم هم هستیم. حکومت ها میره اما مردم سر جایشان هست. از همین میز بالای حکومت رهبره بالای اعضای هیئت رهبری امارات صدا میکنیم که دوحه دور است، بیایم به افغانستان، ما شما پیرامون صلح و جنگ گپ بزنین. و امروز هم در افغانستان هستین و در نشست روز پنجشنبه که جمعی از سیاسیون هم بود اونجا برگزار شده بود و مطبوعات همون پوشش خبری داد، همونجا هم ما برشان سوال ما شخصا این بود که جناب مولوی صاحب، در گذشته بحث تفنگ بود، امروز بحث قلم هست، آیا ما در میدان جنگ با تفنگ هستین یا با قلم؟ در جنگ مطبوعاتی ما چی میکنیم؟ جوابش همین صحبتی بود که شما یادآور شدین که ما با کشورهای منطقه و فرامنطقوی روابط خوبی را برگزار کردیم، 43 نمایندگی ما در کشورهای فرامنطقوی داریم و حال هم می‌خواهیم ما اقتصاد خود محور حکومتداری را مطرح بحث داشته باشین. خب تمام این صحبت‌ها زیبا هست، اما ملت ما چرا هنوز با فقر مواجه هست؟ چرا هنوز معلم ما از جمهوریت تا به امارت 7000 افغانی معاش می‌گیره؟ چرا متقاعد ما معاش نداره؟ او متقاعدی را که موی سیاه خود را سفید ساخت در راستای ارتقای ظرفیت‌های علمی، فرهنگی یا نظامی و بخش‌های دیگر به خاطر همین وطن و امروز هم در همین وطن هست. اگر در گذشته ما مصارف جنگ داشتیم، از بودجه داخلی 80% مصارف جنگ میشد. امروز که در افغانستان الحمدلله جنگ نیست، تو میدان جنگ نیست که 80% عواید خود ما مصارف جنگ بسازیم. و از طرفش حتی کسی که یک کراچی یک طایره هم داره، او هم میای مالیه میده. ملت هم مالیه میده، معادن ما استخراج میشه، او فروخته میشه، در پهلویش موضوعات تجارتی ما خوب مدیریت میشه. پس ما از گذشته بهتر هستیم. پس وقتی که بهتر هستیم، بیاین فقر را هم مدیریت بکنیم. در پهلوی مدیریت فقر ما بیاین زمینه ساز ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی نسل جوان این وطن شوین. مادر آگاه طفل آگاه را به جامعه تقدیم میکنه و طفل آگاه غلام شده نمیتونه. و این صحبت هایی بود که در اون نشست امروز جناب مولوی صاحب عبدالکبیر مطرح شد و دوستای دیگه هم سوالاتی داشتن. و همیشه معاون سیاسی ریاست الوزراء به همراه مردم بوده و صحبت هایشان را شنیده. درست. و تاکید کرده که ما این صحبت ها را به مقامات ذی صلاح حکومت میرسانیم، بلکه برای یک راه حل پیدا شود. گسترش روابط با سایر کشورها چقدر میتونه به سود افغانستان باشه و چه راهکارهایی برای گسترش این روابط وجود داره در حال حاضر؟ ببینید، روابط مهم با ملت است. در جمهوریت تمام دنیا ما را رسما میشناخت، در تمام دنیا ما نمایندگی داشتیم بجز اسرائیل. خب کجا شد؟ چی شد؟ جمهوریت رفت و امارات آمد. در دور قبل امارت اسلامی حاکمیت داشت، چند کشور رو به رسمیت شناخته بود، گویا کشورهای همسایه ما بود. همون کشورها چرا حالا ما رو برسانده میشناسند؟ و کشورها با آمریکا و با اسرائیل هم در تضاد هستند. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث هست. ما بیاین اول تعریف منافع خود را مشخص بسازیم و در پهلویش به ملت خود مراجعه بکنین، خواسته های ملت خود را بشنوین، بگذارین که ما با جهان هیچ رابطه نداشته باشیم. اما روابط ما با ملت ما چگونه باید باشد؟ اگر این ملت با حاکمیت بود، حاکمیت هست. اگر همین ملت از حاکمیت فاصله پیدا کرد، اگر شما پشت دروازه خانه هر افغان یک نفر کدیب کلاشینکوف و کدیب پیکای ساد بکنین، همو ابراز محبت شما پیدا کرده نمیتونید. ما در نشست های قبلی هم براشون گفتیم یک سروی شما بکنید. 3 سال قبل زمانی که دروازه خانه تق‌تق میشد در ولسوالی و در قریه، مردم دروازه را باز میکردن، نان دسترخوان خود همراه عساکر حکومت فدرال افغانستان تقسیم میکرد. امروز هم شما همین سروی انجام بدید، دروازه همون خانه مردم شما تق‌تق بکنید. اگر ناوقت‌تر باز کرد، بفهمید که محبت کم هست. اگر زود باز کرد، بفهمید محبت زیاد هست. و اگر دیدین که نه بسیار ناوقت شد، بفهمید که از میره توفنگتون میترسه. ما خوش نداریم که وطن ما دوباره طرف بحران بره. اگر دیروز توفنگ بود، امروز قلم هست، باز یه قلم مانده نشه، باز به جای از قلم توفنگ نباشه. ما هر صحبت را که میکنم عواقبش را میفهمم. تا می لحظه هیچ کس بالای من ادعای غصب زمین جایداد یا که عوام مال بیت المال بندازیم گلاس آب نداشته. هر صحبتی که میشه موضوع سیاسی است. عوام به این قطره قصه خودم فدای وطنم، هم وطنم. برای وطن تاجیک و ترکمن و ازبک و شیعه و سنی و هزاره و دیگه نداره. ما کی میخوایم ملت شویم؟ ما کی میخوایم از پوی شاه برایم؟ با اساس تعهد و تخصص ما حکومت داری بکنیم. اگر در جمهوریت بحث تخصص مطرح بحث بود، متعهدین کجا بود؟ اگر امروز بحث تعهد مطرح بحث است، ما نباید در بدنه حکومت داری متخصصین خود داشته باشین و انگوش انتقاد جهان با ما به خاطر چی هست؟
بحث حکومت همشمول به خاطر چی هست؟ احقاق حق به خاطر چی هست؟ موضوع تحصیل به خاطر چی هست؟ ما میفهمیم که جهان برای ما خصمانه صحبت میکنه. همه جهان در مقابل فلسطین چرا سکوت کرده؟ ده ها هزار اطفال فلسطینی شهید شد. 20 هزار طفلشان گم هست. درست. اما جهان سکوت مرگبار میکنه، بر حکومت سرپرست اعلامیه صادر میکنه و تقبیح میکنه. و ایام میگن که ما با جهان روابط خوبی را برقرار کردیم و برقرار میکنیم. خب برقرار کردن روابط به خاطر چی هست؟ به خاطر استحکام پایه حکومت داری هست. خب در افغانستان اگر پایه حکومت داری متای بحث می بود، اینجا 47 کشور اینجا بود. 152 هزار نیروهای خارجی اینجا بود. کی در قریه نان خدا با شما تقسیم میکرد؟ کی در ولسوالی همراه شما بود؟ کی در خانه خود شما را پناه میداد؟ دختر افغان، خواهر افغان، مادر افغان، پدر افغان، آیا همو خواسته هایی ندارن؟ خب ببین خواسته ها رو شما بشنوین. تعامل با جهان خوب هست. تعامل با کشورهای منطقه خوب هست. افغانستان کشوری هست که ما گفتیم در گذشته و حال هم میگیم موضوع ما موضوع معادن ما هست. وقتی ما به تریلیون‌ها دلار منابع طبیعی دارین، یورانیوم و تورک دارین، مس دارین، لاجورد و زمرد دارین، خب جهان اینا میخواد. ما مردم فقیر هستین که هیچ با این مدیریت کردن نتونستین. و حکومت سرپرست هم اگر نقاط قوت داره، نقاط ضعف هم داره. اون نقاط ضعف را ما کی میخوایم نقاط قوت تبدیل بکنیم؟ درست. خب چی بر علاوه از این که حال کشورها بر اساس منافعشان را دارن دنبال میکنن، افغانستان چه محدودیت‌ها و موانعی صد راه برقراری روابط کشورها به شکل رسمی با افغانستان وجود داره؟ چرا نمیخوایم؟ موانع رسمی نیست، این موانع غیر رسمی است. هر کشور که تعامل و روابط سیاسی را برقرار میکنه به اساس تعریف منافع ملیش انجام میده. ما دیدیم که 43 سال قبل ما با روس‌ها در جنگ بودیم، مجاهدین بود و اوها کفار بود و ما جهاد را به حق کردیم، ما پیروز شدیم. امروز همون روسیه میگه که ما قنصلگری های خود در افغانستان اضافه میسازیم و حکومت فعلی افغانستان هم بیانیه میده میگه کار خوب هست. حتی سخنگوی مالسلامی میگه که اگر ما با آمریکا در تقابل نظامی بودیم، امروز ما میخواهیم با هم تفاهم سیاسی داشته باشیم. حتی حاضر هستیم که دروازه سفارتشان اینجا باز بکنن. هدف چی هست؟ در سیاست دوستی ها و دشمنی ها دوامدار نیست. روسیه را که در تقابل با او بودیم، میلیون ها نفر ما مهاجر شد و بیش از 1 میلیون شهید و زخمی داشتیم، امروز ما با او هم رفاقت و دوستی را میخواهیم داشته باشیم. آیا این رفاقت و دوستی ها بر کدام محور هست؟ منافع ملیشان هست. روس ها در افغانستان 43 سال قبل تمام چاهای نفت سروی کردن، بنظر مشخص هست. معادن افغانستان برشان مشخص هست و میفهمن که این روابط به منفعتشان هست. آمریکایی ها در طول 20 سال حضورشان در افغانستان سانتیمتر سانتیمتر کوههای افغانستان را اوها سروی کردند و او از نظر ژئوپلیتیک و اکونومیک افغانستان خوب میشناسند که چی گپ هست. کشورهای همسایه افغانستان در طول 43 سال از منابع ما به شکل قاچاق استفاده کردند. امروز اونها میخوان که او را همراه خود داشته باشند. ما میگیم اول بیاین با مردم خود بشینین، نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل بکنین، مرحله بعدی شما با جهان تعامل داشته باشین. اگر ملت با شما باشه و جهان علیه شما باشه، هیچ کار کردن نمیتونه. اگر ملت از شما فاصله پیدا کرد و جهان با شما باشه، شما هیچ کار کردن نمیتونه. اون شکلی که در جمهوریت از همین بزرگ جمهوری مثل جناب رئیس جمهور حکومتداری قومی و سمتی و گروپی نساز. اگر ساختی ارگ و سپیدار هست و تو نیستی، هم برای جناب عبدالله سبشتیمی سیاسی میگفتی میگفتن و امروز ارگ و سپیدار هست، این هر دویش نیست. فقط تسلیت میگن، یک عید که شد یک عید تبریکی میگن. اگر زمینه ساز تعامل سیاسی در نشست دوحه میشدن، خب طبعا ما با بحران افغانستان مواجه نمیشد. حکومت داری ها بر محور همون تعاملات وجود می آمد و اون تعاملات همون خواسته های ملت هم در اون مد نظر بود. امروز بعد از 3 سال که حکومت سرپرست آمد نقاط قوت و نقاط ضعف خودش شناسایی میکنه و او را در صدد از بین بردنش هست، ما هم برشان می خوانیم تنابات خیر ببینیم. اما هر چه زودتر قبل از اینکه ما با جهان مراجعه بکنین، به کشورهای منطقه و فرامنطقوی مراجعه بکنین، به مردم خود مراجعه بکنین. بله، یکی از این نقاط این است که همواره کشورها انتقاد کردن از امارت اسلامی که باید افغانستان را نباید بگذارن لانه تروریسم شود یا تهدیدی برای سایر کشورها، و امارت اسلامی مثلا رد کرده که افغانستان دیگر تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. حالا چی کار میتونن امارت اسلامی در این زمینه انجام بده؟ چگونه میتونه اونا را قانع بسازن کشورهای دیگر که افغانستان واقعا تهدید نیست؟ شاید بحث ما شامل افغانستان هست. ما به قرار گفتیم که طفل 7 ساله افغانستان هم سیاست را میفهمه. اگر ما دکتر طب هستیم پلیس مسلکی خواندیم، اول جهان بر ما مشخص کنه که تروریسم چی هست و همون مؤلفش چی هست. دوم کدام کشورها میگن که افغانستان ما را تهدید میکنه؟ آیا همین کشورها که در همسایگی ما قرار داره در طول 50 سال همیشه منافع ملی ما را به خطر مواجه نکردن؟ همیشه دو میدان جنگ را بر ما مدیریت نکردن؟ و امروز هم باز نمیخوان که همون میدان جنگ مدیریت شود، باز حکومت حاکم شود، حکومت کابل، افراد و اشخاص تحت مدیریت شود علیه حکومت کابل؟ بر از اون ملت افغانستان متای بحث نیست. بر از اون حاکمیت متای بحث است که در اون حاکمیت مهره های استخباراتشون در بدنه حکومتداری باشه.
همه جهان به خاطر مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد. ترامپ اینه که امروز در امریکا میگه ما برنده میشیم و آماده باشن کسایی که با ما در تقابل هست ما با او صحبت میکنین. همونها در افغانستان آمدن حکومت طالبان را از بین بردن تحت نام مبارزه با تروریسم و القاعده. بعد از یک دهه یک و نیم دهه حضورشان در افغانستان رهبر همون گروه را در هبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان از بین بردن، گفتن که چنین شد. او هم در لایه از ابهام هست. پنجابستانی ها شد دوست استراتژیک، ما شدن دشمنشون. تا 3 سال قبل تی تی پی نبود، آزاد پختونخواها نبود، بلوچها و سندیها نبود، هیچ گپ نبود، ایجا و جمهوریت بود و پنجابستان امن و امان بود. امروز که در حاکمیت امارت آمد باز میگن که تی تی پی پیدا شد. با واسه اینکه 20 سال میشه همون لانهای امن در کشور خودشان بوده و تی تی پی علیه پنجابی ها جهاد میکنن و میخوان حکومت اسلامی داشته باشن. اول همسایه ها بیان این قناعت بکنن که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست. در طول چند سال اگر تحت هر نام آمدن به میلیاردها دلار از دراندازی کردن تحت نام حمایت از مهاجرین افغانستان مبارزه با تروریسم، حالا در کنن. حالا بیان به افغانستان تعامل بکنن، بگن اگر آبهای هرمند و هریرود هست، اگر آبهای هلمند هست، اگر آبهای کنر هست، بین با هم تفاهم داشته باشیم. اگر یورانیوم متفاوت دارین، اگر موضوعات سمنت و سرب و آهن هست، با هم تعامل داشته باشیم. شما چی دارین ما چی داریم، نقاط قوت و نقاط ضعف اقتصادی سیاسی خود یک جای بسازیم، نه بر اساس تطبیق عمق استراتژیک منافی سیاسی همراه خارجی ها ما هم نوا باشیم. ما گفتیم بحث مبارزه با این صحبت ها تروریسم یک موضوع مجتمعی سیاسی هست. بعد از 20 سال حضورشان در افغانستان برآمد، بعد از 3 سال جو بایدن میگه که بله طالبان با القاعده خوب مبارزه کرد. اگر خوب مبارزه کرد پس شما چه 20 سال چی میکردید؟ درست افغان یورس پلتانوز جلسات و نشست های متعدد و مختلفی در مورد افغانستان در جاهای مختلف برگزار شده که افغانستان محور بحث بوده. از این نشست ها در راستای جلب توجه و حالا قناعت دادن اذهان و افکار نمایندگان کشورها امارت اسلامی چقدر تانسه استفاده بکنه؟ ببینید جهان همه چیز خوب میفهمد. در گذشته اگر موضوعات را میفهمیدن، اما امروز یک تلفن یک شهروند خودش یک رسانه هست. وقتی که ما در هرات زندگی میکردم در اسلام قلعه، دور قبل طالبان تلویزیون ما نبود، اما از چین باسکل برای خود پانتان جان تلویزیون میدیدیم. امروز اگر مطبوعات بگن بند، این بگن بند، اون دیگه هم بند، باز مردم همون تلفن رو بهش هست. جهان هر لحظه و هر ثانیه اوضاع افغانستان تجزیه و تحلیل میکنه. تجزیه و تحلیل این هست که ما با مردم خود چه تعامل میکنیم، خواسته های مردم به کدام حد رسیده و کدام تا اندازه ما تانستیم اقناع فکر اولاد وطن را داشته باشیم، مردمی وطن را داشته باشیم. جهان میبینه و افغانستان وقتی خلاها موجود هست، همین خلای قانون اساسی رو ما چطور میخوایم پر بکنیم. وقتی که جهان میخواد با افغانستان رابط اقتصادی سیاسی داشته باشه، او اول هم قوانینش رو مطالعه میکنه که بله قوانین داخلی و بین المللی بر کدام محور هست، آیا با این قوانین ما میتونیم که سرمایه گذاری بکنیم. اگر ما میگیم قوانین اگر به عنوان عام و خاص، قانون ترافیک ما کجا هست، قانون جزای ما کجا هست، قانون تجارت ما کجا هست، روابط بین الملل ما کجا هست، از کدام قوانین ما پیروی میکنیم؟ حکومت فعلی افغانستان گفت که ما قانون اساسی 1343 مسئله بحث است، او هم گفت نه ما با تطبیق شریعت عمل میکنیم. خود جهان از ما بازی را میخواهد که با ما تعامل میداشته باشه به اساس همو یک قانون به شناخته شده بین المللی باشه تا با ما رابط برقرار بسازه. نقاط ضعف ما باید از بین برده شوه. اجماع سیاسی با در افغانستان باید نظر گرفته شوه. اگر ما نامش اجماع سیاسی نمیم، نامش شورا بانه. وقتی ما به اساس عرف و عنعنات و کلتور افغانی 5000 ساله تاریخ برای خود میایم مشکلات وضع میکنین، 1446 سال میشه که ما مسلمان هستیم، 3556 سال عقب برمیگردیم، به عقب برمیگردیم و با خدا به خود فشار اعمال میکنیم. بخوای نخوای مردم برای خود راه حل پیدا میکنن به خاطر ارتقای ظرفیت علمی فرهنگی. آیا در افغانستان در پوهنتون هایی که استادش مسلمان هست، معلمش مسلمان هست، دم دروازه چوکیدارش مسلمان هست، یک دختر افغان درس بخونه خوب در تربیت میشه، یا که به کشورهای منطقه و فرامنطقه بره که با عرف و عنعنات و کلتور و دین و آیین ما او آگاهی نداشته باشه درس بخونه؟ آیا هر کدام از این مردم کجا برن درس بخونن به نحوی در گناه از یک مینگورا کسب میکنن ما شریک نیستیم؟ پس وقتی که به اندازه یک ذره ما خیر میکنیم به ما خیر میرسه، به اندازه یک ذره شر میکنیم به ما شر میرسه و ما هم به اساس تطبیق شریعت حکومت داری میکنین، این گناه به گردن کی هست؟ ما بیاین تمام نقاط و ضعف قوت خود را به اساس هم تطبیق شریعت یک حکومت میکنین با مطرح بحث داشته باشین. امروز مردم آگاه هست، جهان هم آگاه هست، ما رو میبینه مطالعه میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه. بله نقاط ضعف حکومت داری هم هست، نقاط قوتش هم هست که ما در 3 سال گذشته روز 1000 تا بود پشت دروازه خانه افغان ها مانده نیست، تحت نام جمهوریت و امارت.
روزی 1000 شما ضرب به 1 ماه ضرب به سال ضرب به 3 سال بکنیم، چند ده هزار مردم ما بخون ننشستن، پدر افغان، مادر افغان، خواهر افغان، یتیم و بیوه شدن اولادشون. این هم نقاط ضعف و قوت هست. افغان ها ما میگیم باید با هم مراجعه بکنیم. این موضوعی است که شما روی آن خیلی تاکید دارین آقای افغانی، که بعد بین خود افغان ها بشینن، گفتمان بین الافغانی، اجماع درونی در داخل افغانستان و موضوع را حل و فصل بسازن، موضوعی که پیش زمینه یا روابط خارجی با سایر کشور هاست. فکر میکنین که باید اول این کار صورت بگیره در داخل افغانستان؟ اما اصولا و قاعدتا خب نمیشه که روابط با کشورها را نادیده گرفت و مهم است، حتما شما موافق هستین با این حرف. این برقراری روابط با سایر کشورها حالا با توجه یا بی توجه به مسائل داخل افغانستان چقدر اهمیت داره و چگونه میتونه افغانستان در حال حاضر یک موازنه، یک توازن بین برقراری روابط با کشورهای غرب شرق داشته باشه و تأمین بکنه؟ ببینید در طول 20 سال در افغانستان پروژه های میلیارد دلاری بود اما اجرا نمیشد. به خاطر چی؟ به خاطر میتونه تأمین امنیت در افغانستان مختل هست. صحیح؟ بعد از 3 سال حکومت فعلی افغانستان نه که ما از شمال تا جنوب و شرق تا غرب حاکمیت بکنیم و امن و امان هست، ما میبینیم چنین هست. وقتی که جهان با ما در تقابل باشه، خب طبعاً همین جهان باز بر ما گروپ سازی میکنه. باز آمریکایی‌ها 10 میلیارد دلار را به 1 میلیارد چاپ میکنن، باز به رهبرهای افغانستان توزیع میکنن. ما خب پیسر بسیار دوست داریم، باز بر خود دو میدان جنگ جور میکنیم. ما چرا زمین سازی نشویم که مخالفین سیاسی از افغانستان هیچگاه نباشه؟ چرا همیشه کشورهای همسایه افغانستان میزبان مخالفین سیاسی هستند؟ هدف چی هست؟ آیا در گذشته 3 سال قبل همین کشورها میزبان به تحت نام مخالفین سیاسی گفته از امارات اسلامی نبودن؟ امروز باز میزبان رهبرهای حکومت در جمهوریت نیستن؟ براشون خانه، براشون موتر، براشون امنیت براشون نداده. هدف چی هست؟ ما افغان ها کی بیدار میشیم؟ در طول 43 سال ما چرا چنین نکردیم؟ وقتی که رئیس جمهورای ما 21 بار سفر میکنه به کشورهای همسایه میرن، میگن با میزبان نشست و صلح افغان ها شوین، میگن موضوع داخلی تان هست. امروز همون کشورها با هم تقابل دارن، حکومت فعلی میزبان تفاهمشون میشه. ما میگیم تقابل را با تفاهم مطرح بحث قرار بدیم، زمینه رو مساعد بسازین بر ملت، بر مردم، بر کسایی که به نحو و آرامی ذهنی و روانی دارن، اونها رو به افغانستان بخواید. و پیام ما به رهبرهای سیاسی افغانستان هست. شما که به خاطر صلح و به خاطر آوردن امنیت به کشورهای منطقه و فرامنطقه در جمهوریت میرفتین میلیاردها افغانی مصرف کردین که با طالب در میز مذاکره بشینین. این شرم هست که شما با طالب شما شیشتر میتونید. با فرانسوی، با آمریکایی، با روس، با چینی، با ژاپنی شیشتین. با کشورهای منطقه و فرامنطقه شیشتین. اما امروز با طالب اینه که در این حاکمیت زندگی میکنه، ولسوالیش مشخص است، منطقش مشخص است، پدر و مادرش مشخص است، شما با اون نمیشینیم. باز هم تاکید ما بکنم سطح از افغانستان میگیم به نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل بکنیم، به مردم مراجعه بکنیم. وقتی به اساس تطبیق شریعت عمل میکنیم، هم توید الامان لعلار قرآن نه. وقتی ما به اساس تطبیق شریعت عمل میکنیم، قدر امانت هست، امانت از ملت هست. شما چطور به ملت مراجعه میکنید؟ تشکر. بسیار ممنون از حضور شما های محمد ظلمه افغانیار، رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان، و از همه شما بینندگان عزیز ارجمند هم تشکر میکنیم که تا پایان این بحث با ما همراه بودین. وقت همگیتان خوش. خدا نگهدار.